در مورد افزایش مبتلایان کووید 19 بحث میکنیم با مهمانم اسدالله ژرفبین، متخصص امراض داخل از هلند. آقای ژرفبین به برنامه خوش آمدین. تشکر از دعوتتان. ما با موج دوم ویروس کرونا که خطرناکتر از موج اول است روبرو هستیم؟ در واقع امر بله. در واقع امر موج دوم کرونا به مراتب نمیتونیم بگیم که خطرناکتر است، اما شیوعش به مراتب به خصوص در کشورهای اروپایی، در امریکا و در سایر کشورهای جهان به مراتب گسترشتر نسبت به موج اول است. درست. ولی از لحاظ از اینکه این ویروس یا همین موج دوم کشنده تر است، گفتن نمیتونیم که کشنده تر است. درست. آقای ژرف، چرا موج دوم ویروس کرونا در کشوری چون افغانستان، ایران، پاکستان جلوش گرفته نمیشه؟ حالا ما میبینیم که وزارت صحت عام هم گفت تا چند ماه دیگر سفرها در کشورهای ایران و پاکستان باید صورت نگیره. چون توجه در اونجا کمتر صورت میگیره. چون همیشه مثل که در موج اول مثلا تمام اصول هایی که باید مراعات میشد، تدابیری که از طرف دولت و از طرف مردم به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا گرفته میشد، متاسفانه که در موج دوم هم این دیده نمیشه در افغانستان. و این یکی از دلایل عمده ای که مردم حتی باور نمیکنن به کرونا. حتی مردم میمیرن اما باورشون به کرونا نیست، چون دولت در این عمل در اثر ضعیف عمل میکنه و وسایل اطلاعات جمعی ضعیف عمل میکنه و مردم هم به شکل که چون و ناباور و بسیار مسائل در زندگی هستن. مردم افغانستان سخت در همه عرصه شکست خوردن، سخت ناامید هستن و حتی حرفای دولت حتی در مورد کرونا هم باور نمی کنن. درست. آقای ژرف، اگر ما دور اول نمونه قرار بدهیم، قرنطین ها شد، حداقل مدت 3 ماه شهروندان افغانستان یک قرنطین سخت گیر نسبت به گذشته ها تجربه کرد و حتی حکومت بعضی برنامه هایی را روی دست گرفت، از جمله توزیع نان خشک بود. شما چرا میگین که در این قسمت توجه صورت نگرفته و حالا ما شاهد موج دوم ویروس کرونا هستیم و در حال که آل زمستان هم هست، مردم افغانستان یک سردی بسیار بدی را تحمل میکنن نسبت به زمستان های قبلی، چقدر میتونه خطرناک باشه آقای بشار؟ قرنطینه در 3 ماهی که در افغانستان بود به اون شکلی که باید می بود نبود، مثل که در کشورهای دیگر جهان صورت میگیره. در یک سطح وجود داشت در بعض شهرها و در کل افغانستان او مراد نمیشد. مردم در تجمع، در محلات، در ازدحام و گپا مثلا اشتراک میکردن در جایی که مردم زیاد بود. من فکر نمیکنم که زیاد قرنطینه در افغانستان در اون شرایط هم او مراد شده باشه و او هم ناوقت بود. و حال خو اصلا فکر میکنم که مکاتب و پوهنتون ها را یا تعطیل کردن و کدام چیزی که واقعا جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در موج دوم که حتی گفته میشه موج سوم است بکنه، در افغانستان وجود نداره. درست. حالا چند قبل هم دانشگاه ها و حتی مکاتب رخصت شد و حال هتل های عروسی را اینا مهرلاک کردن. به نظر شما نمیتونه جلو موج دوم را نسبتا کاهش بده؟ خدا یکسر هر اقدامی که صورت میگیره مثبت است. هر اقدامی که به خاطر جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر کرونا در افغانستان باشد مثبت است. اما من فکر نکنم که این مثلا کافی باشد. باید اقدامات هرچه بیشتر واقعا صورت بگیره. مردم واقعا در این عرصه خود از او باید مواظب حیات و زندگی خود باشند، فاصله اجتماعی را باید مراعات بکنند، نظافت را باید مراعات بکنند و ما اصلا درک نمی کنم وقتی که یک امیال محفل عروسی است، ده ها محفل دیگر است، شما می بینید که گروه از مردم در افغانستان اشتراک میکنن. ما یک محفل خوشی عساکر افغانستان دیدم چند وقت پیش در فیسبوک هم او باستاب یافته بود که چطور عسکرها خوشی میکنن و چطور نزدیک هم هستن
و مثلا یه چیزایی هست که واقعا این باعث شیوع هست بیشتر ویروس کرونا حتی در موبایل اذاکر افغانستان میشه که میتونه بسیار خطرناک باشه. درست. و این چقدر میتونه خطرناک باشه آقای ژرف؟ چون ما زمانی که میبینیم توجه صورت نمیگیره. یک موضوع مردم میرم شما پیشتر اشاره کردین. گفتین مردم چندان توجهی نداشته. زمانی که ما 3 ماه قرنطین را در تابستان امسال پشت سر گذاشتانیم. حالا در دل زمستان. اگر وضعیت اقتصادی را بحث بکنیم مردم افغانستان در یک وضعیت بد اقتصادی قرار داره. چقدر مردم عامل انتشار ویروس بوده آقای ژرف؟ مردم نقش بسیار عمده را در شیوع و گسترش ویروس کرونا در افغانستان دارند. چون تدابیر و هیچ حرفی را گوش نمی کنند با همون شکل گذشته یا به زندگی خود ادامه بدن. ما درک می کنم که در بعض موارد مشکل است در افغانستان که شرایط مراعات شود، اما مردم به اون شکل که حداقل امکانات نسبی پایینی که در افغانستان وجود داره حتی از همون هم استفاده نمیشه و این واقعا خطرناک است. و ما اولی از ده فامیلی که با ما قرابت دارن، نزدیکی دارن، فامیلای ما هستند در اثر کرونا در افغانستان فوت کردند و هر روز کرونا ده ها صد ها قربانی در افغانستان میگیرد و این چیزی است که باید دست عبرت برای مردم باشد. و متاسفانه که به اون شکل که باید مردم از این انتباه بگیرن و واقعا کرونا رو جدی بگیرن، نمیگیرن در افغانستان. درست. آقای ژرف، راه حل چی هست؟ حداقل اگر بوده حکومت داری رو بحث بکنیم، باید حکومت چی کار بکنه در قسمت کاهش مبتلایان به ویروس کرونا و اینکه شهروندان هم شکایت دارد در قسمت عرضه خدمات در شفاخانه ها تجهیزات کم است و ما روزانه میبینیم که ارقام کشته ها بالا میره. چون در افغانستان در همه عرصه ها کمبودی های بسیار بزرگ در کار دولت وجود دارد و وزارت صحت عامه افغانستان هم استثنا نیست. کار شفاخانه هم استثنا نیست. در اوج در واقع تجارت است در همه مسائل و گپو زندگی مردم کمتر مد نظر گرفته میشه و دولت افغانستان، شما باید از دولت افغانستان بپرسید که مثلا چی باید بکنن که در برابر این ویروس کرونا مثلا اقدامات بیشتر و موثرتر انجام بدن. ما بارها به دولت افغانستان مشوره دادیم که باید چی در برابر بکنن که چیزایی که امروز در دنیا میشه، امروز در هلند کاملا قرنطینه است. در هلند هیچ رستوران باز نیست، هیچ مکتب باز نیست، هیچ سالونای عروسی باز نیست و هیچ کس حتی در خانه خود بیشتر از 3 نفر را دعوت کرده نمیتونه. و این چیزایی است که میتونه دولت افغانستان از این بیاموزه. امروز کل اطلاعاتی که امروز در جهان وجود داره بیاموزه، از کشورهای دیگه بیاموزن، ببینن که دیگرا چی میکنه، بر اساس از او عمل بکنن. آقای ژرف، آمار مبتلایان از 21,000 گذشته، در زمانی که ما میبینیم اطلاعات ناقص است در وضعیت کنونی که در افغانستان، در کنار از اینکه ما با یک دشمن نامرئی مقابله میکنیم که ویروس کرونا است، حالا روزمره اینا حداقل 100 یا 200 آمار میتن که مبتلا شده و حداقل ما بیشتر از 10 تا هم اکثر روزها تلفات داریم که از اثر ویروس کرونا میم. این ارقام چقدر دقیق است از دید شما؟ چون زمانی که ما میبینیم عرضه خدمات صحی بسیار ناچیز است و ما میبینیم که مردم توجه نمیکنه به انتشار ویروس کرونا، این ارقام از دید شما چقدر درست است آقای ژرف؟ این ارقام خنده‌آور است. این ارقام مضحکی است که دولتی را ارائه میکنه که اصلا این بازتابدهنده 5% کسایی که مصاب به کرونا میشه در افغانستان نیست. شما ببینید که در انگلستان در یک روز بیشتر از 40,000 نفر مصاب میشه که اون رقم چی نیست. من فکر میکنم شاید بیشتر از 100,000 باشه و کشتای که در انگلستان مثلا بوده 800 نفر در روز است. حتی در امریکا چند روز پیش دومین مرگبارترین روز که بیشتر از 1400 نفر قربانی کرونا شده بود در امریکا بود که واقعا این ارقام است که بسیار بلند است و افغانستان مستثنا نیست. و در افغانستان من فکر میکنم که روزانه بیشتر از 50,000 نفر مصاب میشن حتی و بیشتر از 500 نفر حداقل در روز در افغانستان در اثر ویروس کرونا فوت میشن. درست.
آقای ژرف، اگر ما دیدگاه شهروندان را اگر داشته باشیم، اونا همواره از حکومت شکایت میکنن و حکومت را مورد هدف قرار میدن. میگن میلیون ها دلار به خاطر مبارزه با کرونا در افغانستان آمد. چی شد؟ تحلیل شما چی را نشان میده آقای ژرف؟ آیا این پول هایی که حالا به افغانستان آمد به هدف مبارزه با کرونا مصرف شده یا به جیب افراد و اشخاص رفته؟ مصرف نشده. حتی 500ش مصرف نشده. این به جیب افراد رفته. پولایی که برای کرونا آمد این پولا را تونل کردن، در اروپا گفته میشه، میگن به می اصطلاح که از یک جای به جای دیگه انتقال دادن و به جیبای خود ریختن پول. و در افغانستان متاسفانه که هیچ کس دلسوزی در برابر اون ملت نداره. دولت سخت فاسد است و در فساد خود هر کس و ما سخت بدبین هستم که حتی اگر در روزهای آینده، در ماهای آینده امی واکسین در افغانستان بیایه، اونمو هم شاید سیاسی شوه و کسای واکسین شوند که در اطراف ارگ هستن، در فامیلای وزیرا هستن یا از پارلمان هستن و به مردم مستحق و بیچاری که باید واکسین شوند شاید اصلا با واکسین نرسن. درست. چون در افغانستان در هم عرصه ها اینمی مصلحتکاری هست، در هم عرصه ها خیشخوری هست، فساد هست، رشوت هست، به می شکل با مسائل و وسائل طبی هم به می شکل معامله صورت میگیرد. درست. اگر این پول ها که مصرف میشد، از دید شما میتونست جلو موج دوم را دقل بگیره در کشور؟ خود در یک سطح 100% و پولایی که آمده بود اگر واقعا به خاطر جلوگیری از گسترش کرونا مصرف میشد، حتما در یک سطح مؤثر تمام میشد. همیشه شما یک کار را که میکنین، یک پول را که به خاطر یک هدف مصرف میکنین، شما میتونین به یک اهداف برسین. اما متاسفانه که این اهداف در افغانستان شاید وجود داشته باشه، اما به خاطر نایل به این اهداف اصلا هیچ کاری صورت نگرفته. و پولایی که اومده، من فکر نمیکنم که میلیاردها دلار باشه، اما میلیون ها دلار بود که میتونست در یک عرصه در افغانستان واقعا مصرف شوه. شما دیدین که حتی وینتیلاتورها، ماشینای تنفسی که کمک شده بود، به پاکستان قاچاق شد. شما دیدین که در شفاخانه افغان ژاپن امیال، من فکر میکنم تا به حال درست و ماشین تنفسی درست ندارن. امیال کسی که با ماشین تنفسی در افغانستان احتیاج پیدا میکنه و باید بمره. شما ببینید که از موج اول و انتباه نگرفتن. اینمی شرایط در افغانستان امروز وجود نداره. یک تکنیشن، یک کسایی که واقعا با این ماشین تنفسی درست در افغانستان و عمل کرده بودن یا کار یا مکانیکت کار این ماشینا رو بفهمند، در افغانستان شاید بسیار کمی کسا باید باشه. اما باید ایره گسترش میدادن و باید یه آمادگی میداشتن برای موج دوم. اصلا این آمادگی در افغانستان وجود نداره و نداشته. درست. اجازه بدین در مورد راه حل ها صحبت بکنیم. راه حل چی هست؟ حالا موضوع حکومت را شما پیشتر اشاره کردین، پول های آمده به افغانستان مصرف نشده در قسمت مهار کرونا. حالا شهروندان هم وظیفه داره. شما راه حل را اگر به گونه شماراوار بگوین، راه حل ها چی هست؟ دو طرف هم از حکومت و هم از مردم چی باید بکنه که حداقل در دل زمستان ما شاهد موج دوم کرونا نباشیم و حداقل اگر داشته باشیم هم یک موج کاهش باشه که حداقل نتونه که روزانه صدها تن را به کام مرگ بفرسته؟ موج دوم کرونا عملا در افغانستان وجود داره. مردم واقعا باید فاصله اجتماعی را مراد بکنن، از رفتن به محافل در جایی که مردم زیاد جمع‌آوری میشن اشتراک نکنن، در اوجا خودداری کنن از رفتن به بازار، به جایی که واقعا ضرورت نیست در او محلات مردم نروند، در خانه جمع نشوند، در محافل خوشی و در محافل غم واقعا از طریق تلفن، از طریق مثلا فیزیکی در اوج اشتراک نکنند تا باعث هرچی گسترش بیشتر کرونا نشوند. این چیزهایی است که مردم میفهمند و چیزهایی است که به می شکل میتونند با اینمی که شما از یک کسی فاصله میگیرین یک کیلومتر یا دو متر، شما اونمو خطری که مصاب میشین این میره کاهش شما میدین. مثلا در محل کار باید کلیگی متوجه باشه، باید مردم ماسک بپوشه، باید مثلا از مواد ضد عفونی استفاده بکنن،
در خانه های خود مثلا اکثرا خانه را کلکینایش باز بگذارن، حرارت اتاقایی که خواب میشن باید تو همیشه تصفیه شوه و حرارت کم باشه، مثلا کوشش کنن که از مایعات زیاد استفاده بکنن تا همو بافتای تنفسیشون همیشه مرطوب باشه که از تراکم ویروس ای جلوگیری بکنه. این چیزایی هست که در کل دنیا امیر مردم انجام میده، در افغانستان هم باید در سطحی که مردم امکانش داره بکنن، مثلا گرفتن سبزیجات است، میوه‌جات است، لیمو یا زنجفیل یا خرخره نمک، به این شکل مردم میتونه که در سطح هم خود محافظت بکنن هم دیگران را و محافظت وجود خود در برابر ویروس کرونا تقویت بکنن. درست. آقای جرف، موضوعاتی که گفتن موضوعات روشن بود و قابل فهم. حالا اگر اجازه بدین در مورد فقر صحبت بکنیم. خود رئیس جمهور میگه که مردم افغانستان حداقل 90 درصدش زیر خط فقر است. شما موضوعات را اشاره کردین، گفتین باید حداقل خانه گرم باشه و موضوعات دیگر که اشاره کردین، در این زمستان که حالا توان خوردن نان ندارن، حالا چوب خریده نمیتونن، بخاری شانده نمیتونن، وضعیت اقتصادیشان خراب است، چه فکر میکنید؟ این دشمن نامرئی در این زمستان یک معضل بسیار بزرگ برای مردم افغانستان خواهد شد؟ بله واقعا تخلص ما جنبین است که اشتباه نشوم. درست. ما در این 20 سال اگر در افغانستان پولهای میلیاردهایی که سرازیر شد، اگر به خاطر زیربنای افغانستان، به خاطر انکشاف افغانستان، به خاطر رفاه مردم افغانستان این پولا مصرف میشد، مردم افغانستان 90% امروز زیر فقر نمی بودن. اگر ذخایر افغانستان در یک سطح یا استخراج می شد یا امو تون لین برقی که از ترکمنستان به سوی ایران و پاکستان و هند می رفت، اگر او عملی می شد، امروز بسیار مردم در افغانستان شاید کار می داشت، شاید این وضع کنونی که امروز داره، مردم با فقر مثلا روبرو هستند، شاید در یک سطح ای کمتر می بود. متاسفانه که دولت در این 20 سال کاملا ناکام بوده و کمکایی که برای افغانستان صورت گرفته به خاطر رفاه و به خاطر انکشاف و ترقی افغانستان از او استفاده نشده. و ای از دلایل است که امروز بینمی شرایط مردم بیچاره افغانستان مواجه هستند. درست. آقای جرفین، برمان آخرین پرسش، دنیای بدون ماسک و دنیای بدون دستکش و دنیای بدون کرونا را مردم افغانستان تجربه خواهد کرد با این وضعیت و ای که تحلیل شما چی میگه؟ من فکر میکنم بله، مردم افغانستان هم حق دارن که در شرایط بدون آری از کرونا زندگی بکنن و این شرایط حتما آمدنی هست. من فکر میکنم که شاید در افغانستان شاید 2 سال ای در بر بگیره و یا شاید هم زیادتر، یام با مردم ارتباط داره، هم با کمکایی که میشه ارتباط میگیره، هم با دولت افغانستان که چطور از همو کمکای واکسیناسیون و گپو استفاده میکنه و این زمانگیر است در افغانستان متاسفانه، اما حتما آمدنی هست، مردم باید خوشبین باشن. ما فکر میکنم وقتی که باز هوا کمی گرم شد این ویروس شویش کاهش پیدا میکنه، اگر موج سوم در افغانستان آمد یا چهارم آمد، مردم افغانستان باید واقعا کرونا ویروس است که انسان ها باید زندگی را با این ویروس بیاموزه و این ویروس خواهد ماند. امیر ویروس امیال جهش کرده، حالا نه تنها که ویروس کرونا چینی ما داریم، ما ویروس کرونا انگلیسی داریم، ویروس کرونا آفریقایی داریم که در آفریقای جنوبی جهش کرده. به این شکل تقریبا 20 نوع ویروس کرونا امروز وجود داره که جهش کردن و همین 3 نوع بسیار مشهور است و فرق همین ویروس های نوی که جهش کرده دری است که یا به مراتب قابلیت گسترش حتی بیشتر از 70% نسبت به ویروس چینایی کرونا داره. بسیار زیاد تشکر اسدالله ژرفبین، متخصص امراض داخل از هند که روی خط با ما بود، در مورد افزایش مبتلایان ویروس کووید 19 معلومات داد.